بنام خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 9 از 1 خوش آمدید. ایران سالانه 500 بورس تحصیلی را در اختیار دانشجویان افغان قرار خواهد داد. رسانه های ایرانی نگاشتند که این تعهد در پی سفر محمد محقق معاون دوم رئیس جمهوری حکومت وحدت ملی به ایران صورت گرفته است. محمد محقق در رأس یک هیئت بلند پایه دولتی به ایران سفر کرده و با مقام های این کشور دیدار کرده است. ریاست جمهوری میگوید نیروهای بین المللی بر بنیاد فیصله های شورای امنیت و سازمان ملل متحد صلاحیت تسلیم دهی رهبران طالبان و عملیات های نظامی را دارند. ریاست جمهوری در واکنش به تسلیم دهی لطیف الله محسود به پاکستان گفته است که پس از پایان دسامبر سال روان میلادی دیگر این صلاحیت ها از نیروهای بین المللی گرفته می شود. به باور آگاهان تسلیم دهی لطیف الله محسود توسط نیروهای آمریکایی به پاکستان نقض حاکمیت ملی و نادیده گرفتن برنامه های صلح افغانستان است. ماموریت 5 ساله فرماندهی مشترک ISAF روز گذشته پایان یافت. این فرماندهی مشترک مسئولیت ایجاد هماهنگی را میان نظامیان افغان و خارجی هنگام عملیات نظامی به دوش داشت و حمایت هوایی و کمک های عاجل نیز به نظامیان زخم برداشته می رسانید. همزمان فرمانده کل نظامیان خارجی در افغانستان می گوید که از سال آینده میلادی قرار است 13,000 نظامی خارجی در کنار نظامیان افغان بمانند و از این نیروها حمایت کنند. فرار نمایندگان جامعه مدنی از نشست لندن به حیثیت و جایگاه افغانستان نزد جهانیان صدمه می رساند. شماری از نمایندگان مجلس و فعالان جامعه مدنی می گویند اکنون بر نگشتن برخی از اعضای هیئت افغانستان از سفرهای رسمی به بیرون کشور به یک مشکل گسترده مبدل شده است. این نمایندگان تاکید می ورزند که این مشکل سبب شده حتی پارلمان کشورهای اروپایی برنامه دعوتهای رسمی از نمایندگان پارلمان افغانستان را متوقف کنند. یک گزارش تلویزیونی یک در پیوند به سامانی ها در بیمارستان های پایتخت با واکنش مسئولان روبرو شده است. رئیس بیمارستان ابن سینا مشکلات در این بیمارستان را تو اندازه میپذیرد، اما تاکید دارد که برای تمام بیماران در این بیمارستان به گونه یکسان و جدی رسیدگی صورت میگیرد، اما او نبود جای مناسب برای درمان بیماران را از مشکلات جدی میداند. یک گزارش تلویزیونی یک روز گذشته به نشر رسید نشان می دهد که نبود امکانات و بی‌پروایی های پزشکان سبب مرگ بیماران می شود. این تصاویر پرده از وضعیت برخ از بیمارستان های شهر کابل می بردارد. بیمارستان هایی که از نبود داروهای با کیفیت تا نبود پزشکان متخصص و از نبود امکانات بهداشتی تا برخورد نادرست پزشکان با بیماران با انتقاد های جدی مردم روبرو اند. رئیس بیمارستان ابن سینا این تصاویر را سوء تفاهم می داند و از ما خواست تا از نزدیک وضعیت این بیمارستان را به تصویر بکشیم، چون وی ادعا دارد که در بیمارستان ابن سینا هیچ مشکل برای درمان بیماران وجود ندارد. اما بیمارداران دیدگاه های متفاوت در این باره دارند. ما خواه اینمی سرنج ایچی را کنولی از بازار میاریم اکنیم چیزا را دوامیتا سوزن میتا ماینایش میکنه خدمتش خوب رب میکنه چیزی که نباشم خوما دکتر خوما لامت نیست که یک نیدل است که چردش هم نداره خوما تا امو ضرورت شد باشم از بیر خواست. رئیس این بیمارستان نبود جای مناسب برای درمان بیماران را از مشکلات جدی میداند. وی میگوید برخی علاقات میکوشند تا پزشکان و بیمارستان های افغانستان را بدنام سازند. دو دپارتمنت که داشت اینمی تعمیر بوده که و آلی که ما شش دپارتمنت داریم این تعمیر است. دیگه هنوز ما موافق نشدیم که یک تعمیر که جوابگوی تمام مشکلات مردم باشه و تمام سهولت ها را داشته باشه که دوج مریضا معاینه شوند، هنوز ما به او اندازه نیستیم. دسترسی مردم به درمان از پیش با انتقادهای امرا بوده است. اکنون اعضای مجلس نمایندگان از حکومت وحدت ملی می خواهند که به این نابسامانی ها پایان داده و نظارت بیمارستان ها را جدی بگیرد. از نبود دکترای مجرب، از نبود دوای با کیفیت، هنوز هم تعداد زیادی از هموطنان ما به تلف می رسند و تعداد زیادی سرمایه انگفت خود را به خاطر تداوی و کشورهای خارجی مصرف می کنند.
نبود خدمات معیاری بهداشتی در کشور سالانه هزاران شهروند کشور را برای درمان به بیرون از افغانستان وادار می‌سازد و میلیون ها دلار پول افغانستان برای درمان شهروندان کشور به جیب پزشکان کشورهای همسایه می‌ریزد. و واشنگتن اعلام کرده که در آستانه نشر جزئیات گزارش در مورد شیوه های خشن بازجویی توسط CIA از مظنونان هراس افغانی، تدابیر امنیتی را در اطراف مراکز دیپلماتیک امریکا در سراسر جهان تشدید کرده است. و گفته سخنگوی کاخ سفید، سفارتخانه ها و سایر مراکز دیپلماتیک امریکا تدابیر احتیاطی را به خاطر وجود تهدیدهای بیشتر اتخاذ می کنند. گزارش مربوط به بازجویی های خشن توسط ماموران سازمان اطلاعات مرکزی امریکا یا CIA توسط کمیته اطلاعاتی سنای امریکا تهیه شده و خلاصه 480 صفحه‌ای آن قرار است امروز نشر شود. از امرایتان به خبرهای این ساعت سپاس. وقتتان خوش. خدا نگهدار.